أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. آنچه در آسمان ها و زمین است برای خدا تسبیح می گویند و او عزیز و حکیم است. مالکیت آسمان ها و زمین از آن اوست، زنده می کند و می میراند و او بر هر چیز تواناست. اول و آخر و پیدا و پنهان اوست و او به هر چیز داناست. او کسی است که آسمان ها و زمین را در 6 روز آفرید، سپس بر تخت قدرت قرار گرفت و به تدبیر جهان پرداخت. آنچه را در زمین فرو می رود می داند و آنچه را از آن خارج می شود و آنچه از آسمان نازل می گردد و آنچه به آسمان بالا می رود. و هر جا باشید او با شماست و خداوند نسبت به آنچه انجام می دهید بیناست. مالکیت آسمان ها و زمین از آن اوست و همه کارها به سوی او بازگردانده می شود. شب را در روز می کند و روز را در شب، و او به آنچه در دل سینه ها وجود دارد داناست. به خدا و رسولش ایمان بیاورید و از آنچه شما را جانشین و نماینده در آن قرار داده انفاق کنید. کسانی که از شما ایمان بیاورند و انفاق کنند اجر بزرگی دارند. را به خدا ایمان نیاورید در حالی که رسول او شما را می‌خواند که به پروردگارتان ایمان بیاورید و از شما پیمان گرفته است اگر آماده ایمان آوردنید. او کسی است که آیات روشنی بر بنده اش محمد نازل می‌کند تا شما را از تاریکی‌ها به سوی نور برد، و خداوند نسبت به شما مهربان و رحیم است. را در راه خدا انفاق نکنید در حالی که میراث آسمان ها و زمین همه از آن خداست. کسانی که قبل از پیروزی انفاق کردند و جنگیدند با کسانی که پس از پیروزی انفاق کردند یکسان نیستند. آنها بلند مقام تر از کسانی هستند که بعد از فتح انفاق نمودند و جهاد کردند، و خداوند به هر دو وعده نیک داده و خدا به آنچه انجام می دهید آگاه است. چیست که به خدا وام نیکو دهد تا خداوند آن را برای او چندین برابر کند؟ و برای او پاداش پرارزشی است. این پاداش بزرگ در روزی است که مردان و زنان با ایمان را می نگری که نورشان پیش رو و در سمت راستشان به سرعت حرکت می کند و به آنها می گویند بشارت باد بر شما امروز به باغهایی از بهشت که نهرها زیر درختان آن جاری است، جاودانه در آن خواهید ماند و این همان رستگاری بزرگ است. روزی که مردان و زنان منافق به مؤمنان می گویند نظری به ما بیفکنید تا از نور شما پرتوی برگیریم، به آنها گفته می شود به پشت سر خود بازگردید و کسب نور کنید. در این هنگام دیواری میان آنها زده می شود که دری دارد، درونش رحمت است و برونش عذاب. آنها را صدا می زنند مگر ما با شما نبودیم؟ می گویند چرا، ولی شما خود را به هلاکت افکندید و انتظار مرگ پیامبر را کشیدید و در همه چیز شک و تردید داشتید و آرزوهای دور و دراز شما را فریب داد تا فرمان خدا فرا رسید و شیطان فریبکار شما را در برابر فرمان خداوند فریب داد. از امروز نه از شما فدیه ای پذیرفته می شود و نه از کافران،
و جایگاهتان آتش است و همان سرپرستتان می باشد و چه بد جایگاهی است. آیا وقت آن نرسیده است که دلهای مؤمنان در برابر ذکر خدا و آنچه از حق نازل شده است خاشع گردد و مانند کسانی نباشند که در گذشته به آنها کتاب آسمانی داده شد، سپس زمانی طولانی بر آنها گذشت و قلبهایشان قساوت پیدا کرد و بسیاری از آنها گناهکارند؟ بدانید خداوند زمین را بعد از مرگ آن زنده می کند. ما آیات خود را برای شما بیان کردیم، شاید اندیشه کنید. مردان و زنان انفاق کننده و آنها که به خدا قرض الحسنه دهند، این قرض الحسنه برای آنان مضاعف می شود و پاداش پر ارزشی دارند. کسانی که به خدا و رسولانش ایمان آوردند، آنها صدیقین و شهدا نزد پروردگارشانند. برای آنان است پاداش اعمالشان و نور ایمانشان، و کسانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند، آنها دوزخیانند. بدانید زندگی دنیا تنها بازی و سرگرمی و تجمل پرستی و فخر فروشی در میان شما و افزون طلبی در اموال و فرزندان است، همانند بارانی که محصولش کشاورزان را در شگفتی فرو می برد، سپس خشک می شود به گونه ای که آن را زرد رنگ می بینی، سپس تبدیل به کاه می شود و در آخرت عذاب شدید است یا مغفرت و رضای الهی، و زندگی دنیا چیزی جز متاع فریب نیست. به پیش تازید برای رسیدن به مغفرت پروردگارتان و بهشتی که پهنه آن مانند پهنه آسمان و زمین است، و برای کسانی که به خدا و رسولانش ایمان آورده اند آماده شده است. این فضل خداوند است که به هر کس بخواهد می دهد، و خداوند صاحب فضل عظیم است. هیچ مصیبتی در زمین و نه در وجود شما روی نمی دهد مگر اینکه همه آنها قبل از آن که زمین را بیافرینیم در لوح محفوظ ثبت است، و این امر برای خدا آسان است. به خاطر آن است که برای آنچه از دست داده اید تأسف نخورید و به آنچه به شما داده است دل بسته و شادمان نباشید، و خداوند هیچ متکبر فخر فروشی را دوست ندارد. همانها که بخل می‌ورزند و مردم را به بخل دعوت می‌کنند، و هر کس از این فرمان روی گردان شود به خود زیان می‌رساند نه به خدا، چرا که خداوند بی نیاز و شایسته ستایش است. ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آنها کتاب آسمانی و میزان نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند، و آهن را نازل کردیم که در آن نیروی شدید و منافعی برای مردم است، تا خداوند بداند چه کسی او و رسولانش را یاری می کند بی آنکه او را ببینند. خداوند قوی و شکست ناپذیر است. ما نوح و ابراهیم را فرستادیم و در دودمان آن دو نبوت و کتاب قرار دادیم. بعضی از آنها هدایت یافته اند و بسیاری از آنها گناهکارند. سپس در پی آنان رسولان دیگر خود را فرستادیم و بعد از آنان عیسی ابن مریم را مبعوث کردیم و به او انجیل عطا کردیم و در دل کسانی که از او پیروی کردند رأفت و رحمت قرار دادیم، و رهبانیتی را که ابداع کرده بودند ما بر آنان مقرر نداشته بودیم. گرچه هدفشان جلب خوشنودی خدا بود ولی حق آن را رعایت نکردند. از این رو
ما به کسانی از آنها که ایمان آوردند پاداششان را دادیم و بسیاری از آنها فاسقند. ای کسانی که ایمان آورده اید، تقوای الهی پیشه کنید و به رسولش ایمان بیاورید تا دو سهم از رحمتش به شما ببخشد و برای شما نوری قرار دهد که با آن راه بروید و گناهان شما را ببخشد و خداوند آمرزنده و مهربان است. اهل کتاب بدانند که قادر بر چیزی از فضل خدا نیستند و تمام فضل به دست اوست، به هر کس بخواهد آن را می بخشد و خداوند دارای فضل عظیم است.